فاجعه انسانی در دریای مدیترانه همچنان با غرق شدن آوارگان فراری از جنگ و ترور ادامه دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد شمار قربانیان دریای مدیترانه در دو ماه نخست سال جاری میلادی به 390 نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 132 نفر افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش مقصد اکثر آوارگانی که در دریای مدیترانه جان خودشون از دست میدن سواحل ایتالیا بوده است. Il fenomeno delle morti in mare è un fenomeno legato al modo con cui موضوع مرگ آوارگان و مهاجران در دریای مدیترانه ارتباطی مستقیم با نوع قایق آنها داره که اکثرا قدیمی و یا بادی هستند که امواج دریا به راحتی آنها را واژگون میکنه. البته باید بگم آن دست از افرادی که از غرق شدن نجات پیدا میکنن به اردوگاه های مهاجران منتقل میشن که در اکثر موارد در این اردوگاه ها هم شرایط نابسامان و اسفناک حکم ماست که موجب افزایش درد و رنج اونها میشه. برمشت رسانه های جمعی ایتالیا در سال گذشته میلادی بیش از 3100 آواره که قصد داشتند خود را از طریق دریای مدیترانه به اروپا برسانند جان خود را از دست دادند. در حالی که کشورهای اروپایی همچنان از پذیرش آوارگان فراری از جنگ و خشونت شانه خالی میکنند، هر روز شماری از این افراد در دریای مدیترانه غرق و جان خودشون را از دست میدن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.